رئیس جمهور برگزیده مقاومت با یادآوری اینکه بیماری قابل درمان مجاهد خلق مهدی فتحی به خاطر کارشکنی‌های جنایتکارانه مأموران دولت مالکی به درگذشت او منجر شد تأکید کرد این مجاهد سرفراز در آخرین ماه‌های حیات خود به علت فقدان رسیدگی‌های پزشکی در واقع یک بیمار تحت شکنجه بود و در گذشت او در واقع قتل عمدی است که مسئولیت مستقیم آن بر عهده دولت مالکی و کمیته تحت فرمان او برای سرکوب اشرف محسوب می شود. خانم رجوی گفت ایستادگی مهدی قهرمان تا آخرین لحظه حیات در این حال پیامی است از سوی اشرف و مقاومت و مردم ایران که به هر قیمت نبرد خود برای ریشه‌کنی رژیم ولایت فقیه از ایران و برقراری آزادی و حاکمیت مردم را به پیروزی خواهند رساند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت می‌افزاید کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در 29 مرداد ماه 1389 طی نامه‌ای به آدمیل کرد نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق نوشت آقای مهدی فتحی به دلیل مانع تراشی‌های کمیته برای بستری شدن در بیمارستان و تأخیر در عمل جراحی یکی از کلیه‌های خود را از دست داد و اکنون بایستی هرچه زودتر تحت عمل جراحی دیگری قرار گیرد. در غیر این صورت جان وی در معرض خطر جدی قرار خواهد داشت. اما علی‌رغم این فوریت کمیته سرکوب اشرف با بهانه‌های مختلف از انتقال وی ممانعت می‌کند. خود وی نیز در نامه‌های متعدد از جمله 26 ژوئن و 12 مارس 2010 به مقامات سازمان ملل محدودیت‌های ظالمانه پزشکی در مورد خودش را تشریح کرده بود. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران می‌افزاید خانم رجوی روز 10 آذر ماه جاری در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در بروکسل مقامات اتحادیه اروپا بارونس اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به اقدامات فوری برای خاتمه دادن به محاصره ظالمانه اشرف به ویژه در زمینه دسترسی بیماران به خدمات پزشکی و پایان دادن به شکنجه روانی ساکنان اشرف فراخواند. یک هفته قبل از آن در 3 آذر ماه در جلسه اعلام حمایت 5000 شهردار فرانسوی از اشرف رئیس جمهور برگزیده مقاومت درباره وضعیت حاد بیماری مجاهد خلق مهدی فتحی هشدار داد و گفت مهدی فتحی که به سرطان کلیه مبتلاست همکنون در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد. کارشکنی های مقامات عراقی در امر درمان مهدی باعث وخامت وضعیت او شده است به طوری که پزشکان از او قطع امید کردند. قهرمان پایداری مجاهد خلق مهدی فتحی از 31 سال پیش هنگامی که دانشجوی رشته اقتصاد در ایتالیا بود با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد. با تمام وجود عاشقانه به آن پیوست و تا لحظه‌ای که طی حماسه‌ای خاموش قربانی جنایت علیه بشریت در اشرف شد و بیماری جانکاه سرطان آخرین بارقه های حیات را در او خاموش کرد، دمی از مجاهدت
در راه آزادی مردم ایران باز نیستاد. پس از آغاز مقاومت سراسری علیه حاکمیت آخوندی، مهدی دانشگاه را ترک کرد تا به عنوان یک مجاهد حرفه‌ای مبارزه علیه خمینی جلاد را ادامه دهد. او در ایتالیا و فرانسه برای افشای جنایات رژیم ضد بشری آخوندی در نشریات مجاهد و ایران لیبراسیون فعالیت می‌کرد. تشکیل ارتش آزادی بخش، مهدی به صفوف این ارتش در منطقه مرزی پیوست. طی سالهای 66 و 67 به عنوان رزمنده بیباک در چندین رشته عملیات شرکت کرد و از آن پس در صحنه‌های مختلف رزم آزادی و در بخش‌های مختلف از جمله هوانیروز ارتش آزادی بخش باش چشمگیری به انجام مسئولیت پرداخت. یاران و همرزمانش از تواضع انقلابی و مایه گذاری بی نام و نشان مهدی در کارهای مختلف، به ویژه در آخرین سالهای زندگی پر افتخارش که در بخش طرح‌های ساختمانی اشرف مسئولیت داشت، نمونه های انگیزاننده بسیار به یاد دارد. سال آخر حیات مجاهد صدیق مهدی فتحی، سال رقم زدن بزرگترین حماسه زندگی او بود. حماسه‌ای که مهدی قهرمان طی آن نمونه درخشان از پایداری، صبر انقلابی و روحیه رزمنده اشرفی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت. من مبتلا به تومور سرطانی کلیوی هستم و از حدود یک سال پیش بیماری هم شروع شد. بدونید که حفاظت اشرف به دست نیروهای عراقی افتاد و بعد تبدیل شد به محاصره اشرف، عملا جلوگیری شد از ورود پزشکان خودمون به اشرف. بیماری من هم در ابتدا طوری نبود که لاعلاج یا سختی علاج بشه. شاید در یک ماه اول میتونست بیماری من تعیین تکلیف و مرتفع بشه، ولی به دلیل کارشکنیایی که در این محاصره توسط مزدوران رژیم در عراق به خاصه رژیم و کمیته سرکوب اشرف به وجود آوردن، کارشکنیهای متعددی سر کار من و امثال من و بیماران اشرف طی این سال صورت گرفته.